پیام‌آوران صلح آمدند تا از جریان گفتگوهایشان با طالبان به مردم جزئیات بدهند. گفتگوهایی که پاکستان میانجی آن بود و نمایندگان چین و آمریکا از آن نظارت داشتند. گروه مذاکره کننده جانب افغانستان میگوید این گفتگوی رو در روی صلح با افراد ردنخست شبکه حقانی و شورای کویت صورت گرفته است. دو گروهی که 13 سال تمام با افغانستان درگیر جنگ بودند. اگه افراد سره چه موږ ناستو مشال صاحب اگه خپل د طالبانو د مشرتابه سره اجازه دلوده زه به یو قدم مخ ته ولاړم. اگه خپل د منصور صاحب په اجازه راغلم، اگه د کوټي د شورا په اجازه راغلم. نو کما ته د خپل ځان څخه سوال وکړو چې د قطر دفتر د چا نمائندګي کوي؟ خو د دوه افراد نمائندګي کوي، د کوټ شورا او د منصور صاحب نمائندګي کوي. او ماته دا اطمینان راکول سو او دا په خبر کې هم دا بحث وسو. هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان در مذاکرات بر سر آتش بس در جریان عید سعید فطر بحث کردند، اما مذاکرات صلح را پایان کار نمیدانند و تاکید میکنند که بر سر توقف حملات سنگین توافق نکردند و نیز آغاز گفتگوهای رسمی به مفهوم پایان جنگ در کشور نمیباشد. دام باید وایو چی وس من دس نو وای چی ټول خبر اخلاص شوی مساله حل سو نور با جنگ نه ایست بنی نه داز من د مذاکرات شروع ده. نو په دې لحاظ باندې دس ډیره توقع کول چې وسټول مسلې حل دي او بیا سبات بیرته منګ اعتراض کو چې دا خو بیرته جنگ روان دی، دا خو ګوره چې الته انفجار وسو الته خدا وسو او بیا منګ د دین د اعتراضاتو لپاره د اخلاص کو. جانب افغانستان رهایی زندانیان طالب، حذف نام آنان از فهرست سیاه، خروج کامل نظامیان خارجی و تعدیل در قانون اساسی را از پیشنهادات طالبان می‌خوانند و می‌افزایند که قانون اساسی و حفظ دستاوردهای 14 ساله در این مذاکرات خط قرمز دولت افغانستان خواهد بود. مسائل مورد اختلاف همه‌شان قابل بحث است، از او جمله مسائل تعدیلات احتمالی در قانون اساسی افغانستان اگر جانب مقابل مطرح میکنه قابل بحث هست، به استثناء مواد مربوط به فصل اول قانون اساسی که در اونجا ساختار نظام را جمهوری بودنش را اسلامی بودنش را تأکید میکنه و به همین ترتیب ای که در افغانستان هیچ قانون در مغایرات با اساسات دین مقدس اسلام تصویب شده نمیتونه و اینا، و فصل دوم که مربوط به حقوق اساسی اتباع جمهوری اسلامی افغانستان هست، اینا مورد مذاکره بوده نمیتونه. مشکلات بندیا بود، مشکلات لست ملل متحد بود که لست سیاه گفته میشه یا 1267 که سر اون بحث میشد و خود حضور نیروهای خارجی بود که دو فهرست همو کل نقاط و مشکلات که اونا داشتن دهی گنجانیده شد. بحث روی پیشنهادهای دو سوی مذاکره کننده اما به دور بعدی این مذاکرات معطل شده است، مذاکراتی که پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد. اما اینکه دور دوم گفتگوها در کجا برگزار خواهد شد و که ها از دو طرف نمایندگی خواهند کرد روشن نیست. همونطور که اونا هم فهرستی دارن و در فهرستی که ما تهیه میکنیم در مذاکرات بعدی، ایره شما مطمئن باشین، خصوصا خواهران ما و همونطور جامعه زنان ما، و هم مطمئن باشین که در فهرست اول ما همین مسئله حقوق زنان اینا خواهد بود، مسئله نظام سیاسی ما هست، مسئله ارزش هاست، اینا مسائل بنیادی و اساسی ما هستن. هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان این نشست را گام مهم و اساسی عنوان می کند و می گوید که هیئت مذاکره کننده طالبان نمایندگان رسمی این گروه بوده که به اجازه شورای کویت و ملا منصور در این نشست شرکت کرده بودند. گفتنیز در نشست دو روزه اسلام آباد پاکستان، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح، فیض الله زکی رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری، انجینر محمد عاصم به نمایندگی از رئیس اجرایی و محمد ناطقی به نمایندگی از معاون دوم ریاست اجرایی اشتراک داشتند. قاری دین محمد، ملا عباس درانی اعضای دفتر طالبان در قطر و ملا جلیل معین وزارت خارجه رژیم طالبان گفتگو کنندگان طالبان در این نشست بودند.